در انتخابات منطقه‌ای اندلس از مناطق خودمختار اسپانیا، حزب سوسیالیست به رهبری سوزانا دیاز با کسب 47 کرسی پیروز شد، اما از دست یافتن به اکثریت مطلق 109 کرسی پارلمان باز ماند و برای اداره دولت منطقه‌ای نیازمند حمایت دیگر احزاب است. حزب نوپا و چپگرای پودموس، حزبی که مخالف ریاضت‌های اقتصادی است، با کسب 15 کرسی حامل پیام روشنی برای حزب حاکم بود. ترزا رودریگز، رهبر حزب پودموس: ما بازیگران تغییرات و سیاست‌های جدید و جایگزین هستیم. طرح‌های جدید خیابانی که پاسخگوی ضرورت‌های اکثریت مردم کشورمان که به حال خود رها شدند باشد. تغییر در صحنه سیاسی در اندلس و اسپانیا شروع شده است. حزب محافظه‌کار مردم، حزب نخست وزیر ماریانو راخوی، با از دست دادن 1/3 کرسی‌های پیشین خود در پارلمان منطقه‌ای 33 کرسی را برای خود حفظ کرد تا بدترین نتیجه طی 25 سال گذشته را در کارنامه‌اش ثبت کند. به گفته خبرنگار یورونیوز، با اینکه سوسیالیست‌های محافظه‌کار قدرت را در اختیار دارند، اما با انتخابات منطقه‌ای در اندلس پارلمان جدید این منطقه آرایش تازه‌ای به خود می‌گیرد. حزب سوسیالیست مردم بزرگترین بازنده این انتخابات است. پاکو فونتس، Euronews, Sevilla.